در طول تقریبا 3 دهه گذشته، مجموعه تلویزیونی پرطرفدار سیمسون ها پیشبینی های زیادی در مورد آینده جهان کرده است که درصد زیادی از اونها تا الان به حقیقت پیوستند. از رئیس جمهور شدن یک سیاه پوست و دونالد ترامپ گرفته تا پیشبینی اختراعاتی عجیب مانند هوش مصنوعی و VR و همچنین از به وقوع پیوستن بحران اقتصادی عظیم دنیا در سال 2008 تا حمله معترضان آمریکایی به ساختمان کنگره در سال 2020. همه این اتفاقات باعث شده که خیلی از مردم عادی فکر کنند که نویسندگان و سازندگان این مجموعه تلویزیونی قدرت‌های ماوراطبیعی دارند و یا اینکه از آینده آمده‌اند. همه این حدس و گمان‌ها باعث شده که وقتی در یکی از قسمت‌های این مجموعه اشاره‌ای به اتفاقی می‌شود، سریعاً طرفداران اون سعی می‌کنند که ربط بین آن حادثه و آینده را پیدا کنند و از این فکت داده شده رمزگشایی کنند. بنابر اعلام مجله تایم، تا کنون چیزی حدود 238 پیشبینی سیمسون ها در طول 550 قسمتی که از پخش آن گذشته به واقعیت پیوسته است و این آمار بسیار بیشتر از پیشگویی های به واقعیت پیوسته افراد مشهوری چون نوستراداموس و بسیار دیگر از پیشگویان معروف دنیا بوده است. ما در این ویدیو 4 پیشبینی سیمسون ها که به احتمال زیاد در سال 1400 به وقوع می پیوندند رو برای شما معرفی می کنیم. در ادامه از شما می خوام که اگه عضو کانال ما نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و زیر اونها کامنت بذارید. شلیک کردن رئیس جمهور آمریکا به همسرش. در اپیزود 21 از فصل 14 مجموعه سیمسون ها در یکی از صحنه ها تصویر یک روزنامه با تیترهای آن مشخص می شود و در قسمت پایین این روزنامه تیتری جنجالی با این عنوان که رئیس جمهور به همسرش شلیک کرد وجود دارد. این اپیزود در سال 2003 روی آنتن رفت، یعنی زمانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا بود، اما مشخصه که از آن زمان تا به الان هیچ کدام از رؤسای جمهور آمریکا هنوز این کارو انجام ندادند. شاید منظور سازندگان این مجموعه جورج دبلیو بوش و یا رؤسای جمهور بعد از اون نبوده باشد، اما با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به سن و سال زیاد او، همچنین این موضوع که احتمال دارد او از نظر سلامت جسمی و یا روحی وضعیت مناسبی نداشته باشد، شاید منظور سازندگان این مجموعه از گذاشتن چنین تیتری جنجالی متوجه رئیس جمهور فعلی آمریکا باشد. شاید در وهله اول دیدن این سرتیتر کمی خنده‌دار به نظر برسه، اما با توجه به اینکه تا به حال تعداد زیادی از سرتیترهای روزنامه‌ها در انیمیشن سیمسون به واقعیت پیوستند، باید با کمی تأمل به این موضوع فکر کرد. در آخر به نظر شما آیا جیل بایدن همسر جو بایدن باید نگران جان خودش باشه و یا اینکه رئیس جمهور آمریکا نیاز به مراقبت‌های بیشتری داره برای اینکه کار دست خودش و خانواده‌اش نده؟ اوج شکوفایی رمز ارزها. این روزها پدیده رمز ارزها و سقوط و صعود اونها به سرتیتر خبرها در تمام دنیا تبدیل شده است. جالبه که بدونید اما سیمسون ها خیلی قبل‌تر از به وجود آمدن این پدیده وقوع اون رو پیش بینی کرده بودند. اولین اشاره‌ای که به ارزهای دیجیتال در مجموعه سیمسون ها شده است به اپیزودی در سال 1997 برمیگرده. در اپیزود 17 از فصل 8 این مجموعه، هومر و مارج برای رفتن به یک شام عاشقانه از کنار محلی که روی اون عبارت کریپتو بارن و یا مزرعه کریپتو نوشته شده است رد میشن. جالبه که روی اون ساختمون یک عبارت دیگر مرتبط با رمز ارزها، یعنی A place for code و یا محلی برای کدها هم هست، دیده میشه. فاصله زمانی این اپیزود از سیمسون ها تا زمانی که اولین بیت کوین توسط خالق اون به وجود اومد 13 ساله و اینکه چطوری در سال 1997 خالقان این مجموعه تلویزیونی تونستن حتی چنین ایده‌ای رو داشته باشن واقعا عجیبه. اما این تمام ماجرای ارتباط مجموعه سیمسون ها و مقوله ارزهای دیجیتال نیست. در اپیزود دیگر در سال 2013، یعنی زمانی که قیمت هر بیت کوین چیزی کمتر از 100 دلار بود، به ناگهان اشاره عجیب به این تاپیک در یکی از قسمت‌های سیمسون ها میشه و اونها مدت زمانی حدود 2 دقیقه رو به معرفی این اپیزود در اون قسمت اختصاص میدن که کاملا عجیب بوده. But I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. Kachinga. Could a nerd do that? I don't think so.
For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. When you use the currency, the transaction is recorded in the ledger. همچنین در یکی دیگه از اپیزودهای سیمسون ها که مربوط به سال 2019 است، مارج سیمسون مادر خانواده به طور اتفاقی سهامی به اسم XLM رو که یکی از رمز ارزهای معتبر در بازار رمز ارز هست میخره و بعد از مدتی بسیار کم سود سرشاری رو دریافت میکنه. I don't know. How's 10 pairs? Submitting order for 1,000 shares of XLN stock. Please confirm. Confirm? Ignoring question mark. Buy order executed. Oh no! Maggie, I accidentally bought Excellent Burger stock. Ooh, Excellent Burger. Well, they seem to be succeeding, but I'd feel awful if the stock would... up! It just went up! We made money! $700! نکته عجیب در مورد این قسمت از سیمسون ها اینه که در زمان پخش این قسمت قیمت هر رمز ارز XLM بسیار پایین بوده و درست 3 ماه بعد از پخش این اپیزود جهش ناگهانی در قیمت این ارز به وجود میاد. نکته دیگه که در مورد این قسمت از سیمسون ها برای من خیلی جالب بوده، پیش بینی و ویژن دقیقی که از تریدهای رمز ارزها در آینده و زمانی که ما الان زندگی میکنیم نشون داده میشه و مادر خانواده یعنی مارج سیمسون شاید اولین کسی باشه که در یک مجموعه تلویزیونی یک ترید رمز ارزها رو انجام میده. وقوع جنگ جهانی سوم. به طور قطع وقوع یک جنگ جهانی دیگر برای جهان میتونه کاملا ویرانگر و مصیبت بار باشه. تا کنون عده زیادی از تحلیلگران سیاسی هم پیش بینی وقوع جنگ جهانی سوم را در زمانهای مختلف کردند، اما در اپیزود 17 از فصل 6 این مجموعه که در سال 1995 روی آنتن رفت، زمان در مجموعه به 22 سال بعد یعنی در سال 2022 فلش فوروارد میخوره. ما در این اپیزود میبینیم که هومر و هیو نامزد لیسا در باری در حال نوشیدن هستند و زمانی که کاراکتر مو که بارتندر اون بار هست متوجه میشه نامزد لیسا انگلیسی است، به اون میگوید که ما شما را در جنگ جهانی دوم نجات دادیم و هیو هم بعد از شنیدن این حرف خنده ای میکند و جواب مو را اینگونه میدهد که ما هم شما را در جنگ جهانی سوم نجات دادیم. شاید این حرف تنها یک تکه کلامی از نظر بیننده حساب بشه، اما قضیه زمانی جذابتر میشه که در این اپیزود به خصوص از مجموعه سیمسون ها چند پیشگوی دیگر از آینده مانند وی آر و فیس تایم هم وجود دارند که هر دوی آنها به حقیقت پیوستند. پس آیا میتوان منتظر بود و دید که این پیشگوی به خصوص این قسمت عجیب و غریب سیمسون ها هم به حقیقت بپیونده؟ قیام ربات ها. ایده وارد شدن ربات ها به زندگی انسان تقریبا از دهه آخر قرن 20 شکل جدیتری به خود گرفت و تا به امروز پیشرفت های عظیم و حیرت انگیزی در ساختن ربات های هوشمند و پیشرفته به وجود آمده است و دانشمندان این حوزه هر ساله تونستن که ورژن های جدیدی رو از ربات هایی که شباهت های زیادی به انسان ها دارند عرضه کنند. اما آیا این پیشرفت ها می تواند عواقب بدی برای ما انسان ها داشته باشد؟ شاید با اطمینان بتونم بگم که تا به امروز هیچ مجموعه نمایشی مثل سیمسون ها پیشبینی هایی در مورد شورش ربات ها علیه انسان ها نکرده باشه. ممکنه که پیشبینی سیمسون ها از شورش ربات ها مانند اتفاق هایی که در فیلم های سینمایی حول این محور میفته به نظر نرسه، اما به نظر خالقان این مجموعه در آینده خیلی نزدیک تمام محورهای مهم زندگی بشر وابسته به وجود ربات‌ها خواهد شد و ما حتی برای انجام ساده‌ترین کارهای روتین خودمون هم به کمک اونها نیاز داریم و این همان جایی است که ربات‌هایی که برای مدت زیادی کارهای انسان‌ها را انجام دادند کم کم شروع به گرفتن جای انسان‌ها می‌کنند و یا اگه بخوایم در این مورد خوشبین باشیم جای خالق و مخلوق به صورت نامحسوسی شروع به عوض شدن می‌کنه. اما آیا این عوض شدن میتواند عواقب بدی برای ما داشته باشد؟ You've got to listen to me. Elementary chaos theory tells us that all robots will eventually turn against their masters and run amok. Eliminate impediment. Eliminate. Just say kill me, jerks. Kill him. Dad, they can only go 3 miles an hour. I'm doomed. Can they climb stairs? With great difficulty. I'm doomed. Oh, for gosh sakes, what now? Hey, look, this one's coming on to me. Yoo-hoo, Mr. Robot!